دوستان عزیز، تریویژن و تلویزیون توتی افتخار دارد که با تولید برنامه‌های ادبی، هنری، فرهنگی و موسیقی در خدمت شما عزیزان قرار داشته و خود را مکلف به حمایت از هنرمندان، این علمداران تاریخ و فرهنگ سرزمین عزیز ما افغانستان می‌داند. تلویزیون توتی در تلاش است تا با ارائه آثار با ارزش موسیقی، نبض سلیقه و انتخاب شما را معیار قرار داده، برنامه های با کیفیت عالی هم از محتوا، گرافیک و کیفیت خوب صدا و تصویر را به دسترس شما بینندگان عزیز قرار دهد. در کنار سایر کارهای تلویزیون توتی، شما شاهد نشر آهنگ های دلپذیر با اشعار ناب از هنرمند سنگین و خوش‌صدا فرنگیس جان میرزاد بوده اید و جا دارد که از حمایت و استقبال گرم شما در خصوص تماشای ای آهنگ ها ابراز سپاس و امتنان داشته باشیم. آهنگ هایی که تا اکنون فرنگیس جان گرامی اجرا کردن از ساخته های شخصیت فرهیخته استاد وحید قاسمی است که خدمات بی‌نظیرشان در راه غنامندی و حفظ ارزش های هنری و فرهنگی کشور به خصوص در عرصه موسیقی ماندگار و فراموش ناشدنی است. اکنون فرنگیس جان میرزاد اثر جدید هنری خود را به یاد رابعه بلخی، شاعری که شعرش از عشق هستی گرفت و جاودانه شد، به شما معرفی می‌دارد که مطمئناً از شنیدن و تماشای آن لذت خواهد برد. ولی در نخست سخنان استاد قاسمی عزیز و به ادامه آن سخنان فرنگیس جان میرزاد را در باره آهنگ رابعه بلخی با هم مشنویم. دوستان گرامی سلام. شعر و موسیقی به عنوان دو عنصر ارزشمند در زندگی ما نقش مهم و اثرگذار دارند. در شرایط کنونی ما شاهد هستیم که در داخل افغانستان فعالیت در عرصه موسیقی و حتی شنیدن موسیقی ممنوع است. بنابراین رسالت هنرمندان عزیز ماست و مسئولیت ما هنرمندان است تا خاموشی اختیار نکرده و تولید آثار خوب و ارزشمند موسیقی بپردازیم و این مسئولیت رسانه ها هم است تا از هنر و هنرمندان حمایت کنند و آثار خوب برای جامعه تقدیم کنند. کمپانی تریویژن و تلویزیون توتی که از سالیان دراز و دین سو تلاش می‌ورزند تا از هنر و هنرمندان عزیز ما حمایت نموده، زمینه را برای فعالیت‌های هنری هنرمندان چی در بخش تولید آثارشان، چی در برگزاری کنسرت‌هایشان، مصاحبه‌ها و امثال آن مساعدت کنند که تقریبا اکثریت هنرمندانی که به کمپانی همکاری دارند با ما هم نظر هستند. و ما از سالیان دراز بدین سو با کمپانی تریویژن همکاری های دراز مدت داشتیم و حسن نظرشان همیشه شامل حال ما بودن. و اینجا جا دارم از ارسلان جان لطفی، از تبسم جان لطفی، کامران جان، سلیمان جان لطفی و ای جان داور و سمیر جان رسولی تشکر و قدردانی کنم. دوستان گرامی، شما از مدت بدین سو آهنگ‌های جدید را با صدا و سیمای هنرمند آگاه و خوش صدای ما فرنگیس جان میرزاد شنیدید و تماشا کردید. او آگاهی که از شعر دارد، اشعارش و محتوای اشعارش خودش انتخاب میکنه و من روی این اشعار آهنگ میسازم و با آشنایی که با اساسات موسیقی داره، اما آهنگایش تا اکنون با تسلط هنرمندانه و ظریفانه اجرا نموده است. فرنگیس جان نخستین آهنگش در سال 2008 میلادی به نام قربانیان جنگ ضبط و به پناهندگان سراسر جهان اهدا نمود که بسیار استقبال خوب شد این آهنگ. و دنبال از او آهنگ را به نام نگاه خاموش و به دنبال از او آهنگ را به مناسبت نوروز باستان و مطلع بوی سبز، بوی باران، بوی خاک ضبط نمود. و آهنگ های جدید را شما در این اواخر با صدا و سیمای هنرمند عزیز ما شنیدین و تماشا کردین. شعری از حضرت مولانا بود در قالب آهنگ عارفانه و مطلع آفتابا بار دیگر خانه را پرنور کن. و دنبال از او
آهنگی بود به نام قفس شعر قیصر امینپور و آهنگ بعدی ویل و نواز شعر هارون راون. این آثار بود که شما تماشا کردین و استقبال کردین. تازه ترین کار فرنگیس جان آهنگی است به نام رابعه، رابعه بلخی، که توضیحات بیشتر در مورد آهنگ از زبان خودشان میشنویم. ما فقط اشاره کوتاه دارم در مورد ساختار آهنگ و موسیقی اثر. ما و موزیک ارنجری آهنگ ایلیور جان ساحل، البته با نظریاتی که برش داده شد، تلاش کردیم تا این آهنگ یک تصویری از موسیقی قدیم ما را نمایش بده، یعنی دوران رابعه بلخی را. و امیدوار هستم این اثر طرف توجه و حمایت شما عزیزان قرار بگیره. و در آخر همقدر گفتنی دارم که هنرمندان عزیزی که با گام های استوار در این راه قدم میمونن و با تولید آثار ارزشمندی که او میتونه معرف موسیقی ما، معرف شعر ما، فرهنگ ما و ارزش‌های اجتماعی و فرهنگی سرزمین ما باشن، با از اینچنین نرمندان ما باید حمایت کنیم و کارایشان قدردانی کنیم. برای فرنگیسیان ما از خداوند موفقیت های بیشتر با سرفرازی و کامیابی آرزو دارم. از توجه شما تشکر. دوستان گرانقدر، سلام و درود بر شما. مسرت دارم از این که امروز آهنگ جدید خودم مختصراً بر شما معرفی می نمایم. عشق او بازم در آوردم به بند، کوشش بسیار نامقصود من. این اثر رابعه بلخی نام دارد. رابعه آن که نامش در دل تاریخ و در بلندای آسمان بیکران زبان و ادبیات فارسی نقش بسته است و او را مادر شعر فارسی گفتند. رابعه دختر کعب خزداری که در دوره سامانیان بر بخش‌های بزرگ از ماوراءالنهر تا گستره‌های افغانستان، تاجیکستان، ازبکستان، قزاقستان، ترکمنستان و ایران فرمانروایی داشت. جریان عشق رابعه از غم‌انگیزترین داستان‌های مستند و تاریخی در ادبیات کلاسیک پارسی می باشد. رابعه بلخی شاعر، نقاش، رزمنده، سوارکار و بانوی شجاعی بوده است. او در شور جوانی شیفته و دلباخته بکتاش گردیده و دلباختگیش را با ارسال نامه ها به بکتاش ابراز می دارد. روز رابعه با رودکی دیدار دارد که در آن دیدار اشعار را که در وصف بکتاش سروده برای رودکی می خواند. رودکی اشعار رابعه را در دربار امیر بخارا که حارس برادر رابعه نیز در آنجا حضور دارد، با شور و حال خاصی به خانش میگیرد و از سرایشگران نیز نام میبرد. حارث با شنیدن نام خواهرش از جریان عشق او و بکتاش آگاه شده، دستور میدهد تا بکتاش را به چاه اندازند و رابعه را به گرمابه ببرند و رگهایش را ببرند تا بمیرد. حارث پس از یافتن صندوق حاوی اشعار رابعه همه را به آتش میکشد. روز بعد چون در گرمابه را میگشایند، پیکر بیجان رابعه را میبینند که با خون خیش اشعار را خطاب به بکتاش با انگشت دست بر دیوار گرمابه نگاشته است. شیخ ابو سعید ابوالخیر اشعار رابعه را بیانگر عشق حقیقی و معرفت الهی دانسته میگوید: ز سوز عشق معشوق مجازی بنگشاید چنان شعری به بازی، نداشتن شعر با مخلوق کاری که او را بود با حق روزگاری، کمالی بود در معنا تمامش، بهانه بود در راه آن غلامش. آرزو داشتم تا این آهنگ را در کشور خودم و در جوار مزار رابعه بلخی ضبط و تصویر برداری نمایم که
متاسفانه بخت یاری نکرد و بالاخره سال گذشته یعنی در ماه می 2022 این آهنگ توسط جناب ناصر سعیدوف کارگردان نامدار کشور همزبان و هم فرهنگ ما تاجیکستان هنرمندانه صحنه سازی شد و توسط عثمان جان فیلمبرداری گردید که از جناب سعیدوف و همکاران گرامی تلویزیون سفینه سپاسگزاری و تشکری میکنم. رویدادهای مهم زندگی رابعه را هنرمند چیره دست ما جناب ابوبکر ایوبی نظر به خواهش ما نقاشی کردند که از زحماتشان قدردانی و سپاسگزاری میکنم. از حمایت، مهربانی، لطف و همکاری استاد بزرگوارم، آهنگساز توانا و هنرمند مطرح کشور ما جناب استاد وحید قاسمی، از هنرمند گرامی الیارجان سهیل تنظیم کننده موسیقی آهنگ هایم و امید جان نگزاد به خاطر همکاری همیشگیشان یک دنیا سپاس و تشکر میکنم و همچنان از ارسلان جان لطفی کمپانی ترایبیژن تلویزیون توتی به خاطر تولید آهنگ هایم و نشر و پخش این آثار سپاسگزار هستم و از تمام دوستان تشکر میکنم. این آهنگ به زودی از طریق تلویزیون توتی بر شما نشر و پخش میگردد. از توجهتان تشکر میکنم. خوشی ها و کامتان باد. بله، تماشای این اثر جدید و ارزشمند را که به تاریخ 10 ماه جون از تلویزیون توتی و چینل یوتیوب توتی پخش میگردد فراموش نکنید. منتظر پیام های سازنده و کامنت های خوب شما عزیزان هستیم.